داستان تو همه جای دنیا. پنج روز پس از برگزاری انتخابات روحانی دست روی دل خامنه ای گذاشت شیوه و نحوه که کاندیداها چیده شدن خب اینا همه مسائل است که هم قرار باید حل کنیم اشاره مستقیم به مهندسی انتخابات به دست رهبر جمهوری اسلامی با کمک شورای نگهبان که حاصلش سردترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ ایران و پیروزی قابل پیش نامزد مورد نظر خامنه ای بود. برای هموار کردن مسیر پیروزی او، شورای نگهبان تعداد زیادی از نامزدهای معتمد نظام را هم رد صلاحیت کرد تا عملا هیچ رقیب قابل توجهی پیش روی ابراهیم رئیسی نباشد. رئیس قوه قضاییه که در مناظره ها نشان داد نه برنامه ای دارد و نه سخنور خوبی است اما او یک چیز مهم داشت حمایت کامل رهبر جمهوری اسلامی که حاضر شد حتی ظاهر انتخابات در جمهوری اسلامی را هم به خاطر او مختوش کند. بعد از رد صلاحیت های گسترده، حسن روحانی گفت به خامنه این نامه نوشته. ولیزا من به ناچار دیروز خدمت مقام معظم رهبری نامه ای فرستادم و اون چی در ذهن من بود و اینکه اگر ایشون بتونه در این زمینه کمکی انجام بده خدمت ایشون تقدیم کردم. حالا البته ایشون هم هر طور که مسلحت میدونم برحال اما خامنی مصلحت خود را در حمایت از رد سلایت ها دانست و به نامی او پاسخی نداد همچنان که در سالهای 84 و 88 به نامه های مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی پاسخ نداده بود او ترجیح داد انتخابات به این نحو برگزار شود جان انتخابات رقابته شما اگر این جان از انتخابات بگیری میشه کالبد بی جان میفته انتخاباتی که طبق آمار رسمی حدود 48 درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند رقمی که روحانی آن را این گونه تحلیل کرد شما اگر بتونید 50 درصد مردم سهم کنید این کار حداقل است. اگر بتونید هفتاد درصد مردم سهیم کنید رسیدید به یک نقطه قابل قبول او این میزان مشارکت را به چالش کشید این و درصد باید یه بار در تاریخ ما باشه اگرچه رئیس جمهور محبوب خامنه ای این انتخابات را حماسه می‌داند. باید دنیا بداند که وضعیت با این حضور هماسه ساز مردم عزیزمون تغییر کرده است اما هم او و هم رهبر جمهوری اسلامی پیش و پس از انتخابات تلاش کرده بودند بیتوجهی جامعه به انتخابات را به دلایل اقتصادی رفتند اما روحانی این دلیل را زیر سوال بود بی خودی هم من در علت درست نکنیم همینجوری مردم به زندگیشون سخت بود نیامدن پای صندوق خب مردم سیستان و بلوچستان که سختتر بود و چرا اونجا آمار بالا بود او دومین مقام رسمی است که انتخابات را به چالش می کشد پیش از این وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر علی خامنه‌ای با انتشار یادداشتی حضور همتی رضایی و قاضیزاده هاشمی را امدادی الهی برای رئیسی خوانده بود که باعث شدند انتخابات رنگ بوی واقعی به خود بگیرد یاد داشته او با انتقاد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روبرو شد تسنیم مدعی شد این حرف و یا به عبارت دیگر فاشگویی برای خامنه ای هزینه زا خواهد بود از آن به مهندسی انتخابات در بالاترین سطوح حاکمیت از درون بیت رهبری تا کاخ ریاست جمهوری انتخاباتی که آمار و ارقامش هم نشان از مهندسی داشت چه آمار اولیه که در آن سرنوشت 440 هزار رأی نامعلوم بود چه آمار نهایی که با افزایش 50 هزار رای نسبت به قبل آرای ابراهیم رئیسی بیش از 90 هزار رای بیشتر شد و برای اولین بار حرف از 100 هزار رای به میان آمد که وارد صندوق نشدند انتخاباتی که در آن دست بالا را تحریم کنندگان انتخابات و پدیده به نام آرای باطله داشتند که به رقیب اصلی رئیسی در شمارش آرا تبدیل شد انتخاباتی مهندسی شده که حالا صدای پاستور را هم در آورده این ما غصه میخوریم چرا 48 درصد شد چرا 58 درصد نشد و یعنی چی؟ یعنی... مشتبه پول محسن ایران اینترنشنال